سلام بینندگان همیشگی تلویزیون سفینه، بخصوص برنامه میراث. عین حال ما در آثارخانه رسامان موفق قرار داریم که این هم باشد علیم کمالزاده و سرویناز حاجیوه است. چطوره که در اینجا میبینیم مصوره های زیبایی که به دیگر رنگ روی زیبا میبخشد و این عالم زیبا باز هم توجه ما کارمندان تلویزیون سفینه را به خود جلب کرده است. هر نفری که به این عالم افسانه ها غوطه‌ور می‌گردد، البته اندیشه‌اش، نگاهش، تفکرش زیباست. ما هم خواستیم در برنامه میراث اطراف کار و روزگار و ایجاد ایشان برایتان قصه کنیم. علیم کمالزاده سال 1960 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1979 آموزشگاه جمهوریوی رسامی به نام میرزا رحمت علیموف را ختم کرده، کارو از فابریکه ارمغان آغاز کرده است. در آغاز او بالای چوب و تنوکه اثرهای مطالعه کرده اش را تصویر می کرد و هر گونه ارمغان های زیبا را می آفرید که بیننده از آن چشم کنده نمی توانست. ذهن و خاطرش به آفریدن اثرهای زیبا بند بود و در پیروی استاد کمال الدین بهزاد مقلم به دست می گرفت تا تصویرهایش اسرار مینیاتور را افشا کند و به او شهرت و محبوبیت آورد. در فابریکه ارمغان کمی کار کرده، در اونجا تکنولوژی مینیاتور را از خود کرده، چندین سال کار کردم و به دست من چند کتابی افتید که در اونجا نمودی مینیاتوری اوسیو ایمیونه اصلا نمو مکتبی کمال الدین بهزاد بود. من اون رو بسیار به من معقول شد بود. من بسیار اونها رو دوست داشتم و بسیار اونها رو با اونها کار کردم. برای که خواستم این نوزکی مینیاتوری قدیمه رو از خود کنم. در اون زمانه معلم ما نداشتیم. معلم مینیاتوری نبود و اون چیزی که من یافتم از خودی موی قلمی کمال الدین بهزاد از رسم هایی که در کتاب بودن از خود کردم. اون کس اونجا ارمغان می بروردن و سررسم بودن. در وقتی کار با مینیاتور رو می آورن و یکی از رویه های قدیم ترینی گویم توجیکون مینیاتور توجیک مکتب بهزاد رو می آورن و کمی با ایجادیت خود همین رویه رو داخل می نمایند. علیم کمالزاده توانستند این رویه مینیاتور رو در ایجادیت خود نگاه دارند و پیش برند، چون زیاد از 20 سال آن کس از روی کتاب ها، از روی اون ورقه هایی که دریافت می کردند کپی می کردند. گوییم که استادشان خود کمال الدین بهزاد است، خطا نمی کنیم. مینیاتور یک صنعت بسیار عجیب است، صنعت قدیمی توجیکو است، برای که همین از هیرود آمده کمال الدین بهزاد اون رو به وای بلند رسونده و من میخواستم که همین چیزی مکتبی کمال الدین بهزاد در همین تاجیکستان هم دوام دهد. میبینیم که در عصر 15 در ایجادیات یکی از بزرگترین مصوران عالم کمال الدین بهزاد صنعت مینیاتور رشد کرد. سبب اساسی من فکر میکنم سبب اساسی رشد کردن صنعت مینیاتور یعنی در شکل های خیلی کوچک تصویر کردن مضمون، سیوژه، تصویرها، فانتزی ها، تصورات عالم اون داشت که مینیاتور با کتاب همراه شد. از بس که در مدنیت ما، در مرکزی مدنیت ما کتاب قرار داشت، صنعت مینیاتور نیز وارد کتاب شد و بهزاد چنین قرار داد که همون مضمون اثرهایی که در این یا آن جلد آورده شدند از همون صحنه های بهترین را، صحنه های از همه مؤثر آنها را انتخاب نموده آنها را تصویر کند. یعنی برای خواننده گویا که وای میخواست برای خواننده کمک رساند و همین گونه حرکت ایجادی، حرکت بزرگ تمدنی بهزاد به آن آورده رساند که یک سلسله خیلی بزرگی مینیاتورها آفریده شدند. در این خاندان تصویرهای گوناگون را مشاهده کردن ممکن است که یکی از دیگر به کلی فرق دارد. اگر استاد صنعت تصویری علیم کمالزاده در ژانر مینیاتور اثرها ایجاد کند، رسام، روزنامه‌نگار، آموزگار، مادر مهربان،
سرویناز حاجیه و در ژانر چهره‌نگاری اثر می‌آفرد و با این تصویرها دیده ها را می رباید، زیرا آن با احساسات بلند روی اوراق می آید. رسوم به احساسات رسوم نیست و تو او رو یک در زندگی یک تکون ندهد نمی تواند یک چی آفرد. پستی و بلندی زندگی تخوضا می کند که یک چی آفرید، یک موضوع رو گیرید. خودی من بسیارتر با موضوع زن رو می آوردم. رویه گرافیکی که من پیش بردم در آن پورا موضوع زن است. زن مادر است، زن تنهایی است، زن مبارز. این مرو بسیار وادار می کرد که با حسیات ابراز زن رو من در تابلو بذارم. با سرینوس با فکر و اندیشه همدیگر پیوستیم هستیم، چون که این کس کمبودی کاری من رو میبینن، مسئلیتی نغز میتین و من حرکت میکنم که همون خطاگی خودم رو اصلاح کنم، چون که یک فکر نغز و دو فکر با نغزتر است. رسمای معلمه پر از مهر است. من اهمیت دادم و در آن احساساتی زیاد دیده میشود و دقتی بیننده را تیز به خود جلب میکند و من هم میخواستم صنعت خود را مثل همین معلمه باز هم پیش برم و باز هم قوی تر کنم. ما از سرویناز حاجیوا و علیم کمالزاده از سینی 11 سالگی نازوکی های این کسب را می آموزیم و اولین مرتبه وقتی به اینجا قدم نهادن با تجربه آموزی مشغول شدیم. بعدن علیم کمالزاده ما را با مینیاتور آشنا نمود که به ما خیلی پسند آمد. دیدیم که اون بسیار محنت و زحمت را طلب می نماید، از رنگ های ملی درست استفاده نمودن و موضوع های ملی را انتخاب نموده زیبا تصویر کردن یک جهان معنی را افاده می نمایند. سرویناز حاجیوا 1 نوامبر سال 1964 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1983 آموزشگاه جمهوریوی رسامی به نام میرزا رحمت عالیموف را ختم کرده. سال 1992 فکولته زبان روسی اینستیتوت دولتی پدگوگی شهر دوشنبه، امروزه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی را ختم میکند. و سال 1983 در تلویزیون تاجیک فعالیتش را براه میموند. سال 1999 سرمحرر گروه ایجادی پرستو. سال 2004 سرمحرر اداره برنامه های ادبی بود. معلی و برنده برنامه باما ساز، خود ساز، 13 روز، سراب و غیره می باشد. در آرایش مجله های چشمه، مشعل، استقبال، زنان تاجیکستان، فیروزه سهم گرفته است. کارهایش در نگارستان های ازبکستان، روسیه، فنلاندیا، ترکیه و دیگر دولت ها به نمایش گذاشته شده است. مصوره هایش حفظ کننده آتشدان، دختر کلالگر، مادر زمین و غیره ها می باشد. او از اول در تلویزیون به حیث رسام کار میکرد و دارای مصوره های خوب است. دیدی خیلی زیبا، رمانتیکی و لیریکی دارد. من از رسم های کشیده او الهام میگیرم. اونی که در تلویزیون برنامه های تلویزیونی بابت رسام ها میبردم، این هم با من بسیار یاری میرسون. چون هر یک گویم هم صحبتی من که ابراز یک رسام رو من میتونستم در یک برنامه کشویم، برای من یک دانشگاه بود که من از او بسیار الهام میگرفتم و از او بسیار نیرو میگرفتم که باز هم در ایجادیات خود کار کنم. چیزی که اون کس تصویر میدهن بسیار چیزای نازک است، مادر است، تصویر زنها، چیزی که اون کس احیا میکنن با دلی منم نزدیک است، من میبینم. لیکن اون کس در رویه مینیاتورن، اون کس در رویه چهره نگاری هستن. دختر کلانی سرویناز و علیم کمالزاده، بانو کمالزاده در رویه پدر کارهای ایجادی میکند.
این هوس و حوصله از دوران نورسی در قلبش جای گرفته است. هنوزم خیلی خورد بود که با رنگ ها بازی می کرد. به خیالش چی مصوره بزرگ را روی کار آورده است. همین طریق بازی کودکی آرزوی نورسی به حقیقت تبدیل یافت و امروز نگاهش، تصویرش، خیالش زیباست. ممتاز کمالزاده نیز دختر دوم این خاندان در راه صنعت قدم میزند و کوشش میکند که میراث آیلوی خود را خوب نگه دارد. ممتاز بیرون از کشور صنعت و فرهنگ نیاگان را معرفی کرده است. اگر گویم که میراث بری اصیل پدر و مادر کیست، این را میتوان در مثال بانو کمالزاده پیدا کرد. Возле папы находилась мама на работе. Ман хангоми ба кор машғул буданаш ҳамеша дар паҳлуяш будам ва аз рангҳои ӯ истифода мебурдам ва ба расмкашӣ мепардохтам. Дар лухтако низ сурат мекашидам. Баъзе вақт падарам ба ман донаҳои шоҳмоте ки худ сохта буд медод, то симоҳои гуногонро тасвир созам. Кузачаҳоро низ ба ман медод, то тахайлоти худро истифода намуда онҳоро ранг намоям ва ман онҳоро оро медодам. Он дастовардҳое ки ҳозир дорам, ин ҳам духтарони ман ҳастанд ки дар паҳлуи ман ҳастанд ва ёрӣ мерасонанд, ҳам маънавӣ, ҳам гӯем ҳам бинед ки якум духтарамо рассом аст ки дасти падарро гирифт, дуюм духтарамо аз дар хориҷа бисёр гӯем равияҳои ҳам санъат, ҳам санъатшиносӣ, ҳам ревия экономика ва дигар-дигар ҳозир ҳам духториро ҳам омехта истодааст. Инҳо ду қаноти ман ҳастанд ва ман фикр мекунам ҳама он чизое ки мо ҳозир мебинему пешниҳоди гӯем бинанда мекунем, ин ҳам бо ёрии оила ҳаст, бо ёрии духтарон аст, бо ёрии фарзандон аст. Тори колонии ман буну бо раия миниатюра машғул аст ва мехоҳад ҳамин чизеро аз дасти ман ибрат гирад, бинад. Каме бошадам ки ба он дасташро рост мекунам, мефаҳмонам чизе аз дастам ва ман нишон медиҳам. Чӣ ба ки раияи бисёр камтар нозук аст, нозукиёш бисёр. Барои ҳамин ман мехоҳам ки ҳамин чизро бонуҷонам давом диҳад, ҳамин миниатюра давом диҳандаи оилаи мо шавад. تصویرهای روی کارآورده بانو کمالزاده امروز در فستیوال و آزمونهای جهانی راه یافتند و خریداران خود را دارند. زیرا هر یک مصوره با نگاه و اندیشه تازه روی کار می آید. پیروان ایشان روز از روز یاد می گردند و نازکی های ژانر مینیاتور را از خود می کنند. هر کجا که استاد فرصت پیدا می سازد به شاگردانش تعلیم می دهد تا این میراث ماندگار و جاودان باشد. بینندگان گرامی، چطوره که ما مشاهده کردیم همه آن خانه هایی که استاد عالم کمالزاده زندگی میکنند به اتاق کاری تبدیل یافته است. در یک خانه آثارخانه بنیاد گردیده است، در خانه دیگر باشد استخانه. یعنی در اینجا گلدختران می توانند آمده نازکی های صنعت تصویر را از خود نمایند. چطوره که در اینجا می بینه شاگردان معلمه سروناز حاجیوا و رسام موفق عالم کمالزاده، انیسا، مونیسا، پروینه، هر سه هم به هنر رسامی مشغول هستند و نازکی های این صنعت اصلی را از بر می کنند تا در آینده رسامون موفق باشند. پروینه در زیبایی آفری همتا ندارد. خود را همیشه در پهلوی استادانش سروناز و عالم کمالزاده در میابد تا جهان معنی بردارد و از آنها این ژانر نحیف و زیبا را آموزد. بار اول معلم با ما درس گذاشتند. از همون درس یکم ما به این صنعت بسیار مهر پیدا کردیم. عصبی که بسیار نازک بود، بسیار کاری پرتحمل باید باشد.
خودم و از تاریخ و از فرهنگ ملت توجیک این چیز همه برخوردار میکن و از همون روز اول ما از اثرهای شاهنامه، خمسه و دیگران خونده اثرها تصویر میکردیم و از همون روز اول مهر پیدا کردیم نسبت این سنه. خوشبختانه در تاجیکستان صاحب استقلال با دستگیری رهبری دولتمون، با دستگیری حکومت تاجیکستان در دانشکده صنعت تصویری و دیزاین، یعنی مکتب مینیاتور سازی، آفریدن مینیاتور از نو احیا شد و احیاگر اساسی آن البته علیم جان کمالوف است. این کس به همین عالم مینیاتور چنان وارد شد که خیلی عالم دشوار، عالم خیلی هم دقیق، نه هر رسام، نه هر رسام هنرمند و با مهارت غیرت میکند که به مینیاتور نویسی مشغول گردد. زیرا مینیاتور این صنعتی است که هر یک میلیمتر، هر یک میکرون های همین اثر باید به زبان بیاید. چند نفری رو با مینیاتور دستشون روز کردم. حاضر در اونجا دو نفر معلم شده کارکار شدیم، یاردمچی خودم هستن و من فکر میکنم که تا آینده اونها این کار رو دوام میدهند. بسیار میخواستم که این کار از دست نرود، اونها پیش برن کاری مینیاتور های اونها ختم نمودن. دو نفرشون در خودی دانشگاهی دولتی دیزاین و صنعتی تصویری درس میتیند، خودشان آموزگار شدند، ولی هستند اون نفرانی که بیرون از دولت هستند. هدف برنامه نمایش گذاشتن نمایش مینیاتور در چی بود و در چی است؟ من فکر میکنم ما که در بیرون از کشور اونقدر معرفی مینیاتور تاجیک کردیم که در ایران و الجزایر و در آذربایجان در بین 28 دولتی که اشتراک کردن جای یکم رو که اشغال کردیم. من فکر میکنم حاضر هدف ما برای پیشنهاد نمودن در درون داخل جمهوری است. نمایش اثرهای استاد علیم کمالزاده در آثارخانه ملی تاجیکستان باز هم توانست مخلصان ایشان را گرد آورد و آنهایی که بیشتر به صنعت تصویری میل و رغبت داشتند باز هم جمع آمدند و از انعامان و آفریده های ایشان دیدن کردند. واقعا هم باعث احسن و آفرین است اثرهای ایجاد کرده استاد علیم کمالزاده و چطوره که میبینید مخصوص ان همین اثر کلان حجم با نام نوشابه و اسکندر که استاد بالای آن طول یک ماه کار کردن بیننده را به خود بیشتر جلب کرد و از روی این اثر باشد یک نمایشنامه خرد تئاتری هم به بیننده پیشنهاد شده است. سیتی زمان آور در این داور که پیداست نامد به نام آوری پیامد بزرگ است، نامد بزرگ و درگاه او بیش از آن است مرد کیو را قدم رنجا باییست کرد نهایت زیرو با پیغام شعر. اگر من به چشم تو نام آورم سیکندر نیم زو پیام آورم. ما فکر کردیم که یک نمایش اثرها بسنده نیست و ممکن است که به تماشابین اونقدر هم مهیا نباشد که درک نماید که این چی است و این چی اصول رویه رسامی است. فکر کردیم که کلانترین اثری که استاد در زندگی خودشان آفریدن و این هم یک چی اندازه کلونی دارد، خواستم که اون ابراز هایی که در اونجا آفریدن زنده گردن. من با شرافت عربوه که کارگردان جوان است و چند برنامه های چند فیلم ها رو برداشته است و با همکاری هم میکردم، همچون رسام با لباس ها کار میکردم، توانستم صحبت کنم و او راضی شد که این برنامه رو به روی صحنه گذارد. من تشکر خود رو به تئاتر آهورون با فردوس قاسموف گفتنی هستم که با ما چند هنرپیشه های جوان رو با ما توصیه داد و با لباس هایی که در تئاتر
دارند یاری خود را رسانیدند. این نمایش یکی از نمایش های جدید بوده. در این نمایش هر یک تماشابین امکان دارد وابسته به یک از نوهای نادری صنعت تصویری تاجیک معلومات ضروری برای خیش کسب نموده باشد. در نمایش هر یک تماشابین امکان دارد تا وابسته به اسلوب های خاص هر یک مؤلف آشنا گردد و وابسته به جهان تخیلات آن آشنایی پیدا نموده باشد. مؤلفان توانستند وابسته به موضوع های مختلف اثرهای خیش را با استفاده از رنگ ها آفرند. استفاده از این هنر خیش یکی از انانه های نیاگان را حفظ کنند که این البته یکی از آن انانه های می باشد که هنوز در دوره های قبلی یکی از چهره های برجسته این صنعت این استاد کمالدین بهزاد می باشد که اسلوبی که آن البته اساس گذاشته است و مکتبی که آن بنیاد کرده است آن در دولت های مختلف مورد استفاده قرار داده می شود و امروز استاد کمال یعنی که عالم کمالزاده با همراهی شاگردانش این مکتب را ادامه داده استند. عالم جان کمالوف اسنای آفریدن، اسنای احیا کردن صنعت مینیاتور نه تنها در پیروی بهزاد کار کرد، نه تنها از سیوژت ها، از اسلوب بهزاد درس گرفت، سبق گرفت، بلکه یک اسلوب خاص خودش رو نیز پیدا کرد. آفری در اثرهایی که امروز در نمایش گذاشته شدند ببینیم که عالم جان کمالوف توانست در مینیاتور هم منظره های قدیمی، منظره های کلاسیکی و منظره های معاصر را پیشنهاد کرده تواند در یک مینیاتور. در حقیقت آفریده های جهان معنی را به کس باز می کند و خیال و تفکر را به اندیشه می برد. استاد عالم کمالزاده اثرهای خود را بارها به روسیه، ازبکستان، آلمان، فنلاندیا، فرانسه، انگلیا، ایتالیا، یونان و دیگر دولت ها برده به نمایش گذاشته است و اکثریت آن در آثارخانه های دیگر کشورها محفوظ است. این نوبت در آثارخانه ملی تاجیکستان با همراهی اهل آیله و شاگردانش زیاده از 80 اثر را به نمایش گذاشته است که بینندگان از هر یک آفریده غذای معنوی گرفتند. امروز میراث آیله عالم کمالزاده در محیط آیلوی و میان شاگردان رشد میکند و هر یک مقلم به دست به این صنعت قدیمی ارج میگذارد. ما گروه ایجادی به هنر، صنعت و ذوق زیبای پرستی رسامان موفق پرواز بلند خواهد.